دعوت کردیم از سرکار خانم کاظمی عزیز، مشاور خانواده هستن. انشاءالله از صحبت ایشان در این قسمت بیشتر استفاده میکنیم. عرض سلام داریم خدمت شما خانم کاظمی عزیز، خیلی خوش آمدید. سلامت باشین، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما مرزده سلام دارم خدمت شما و همتون همکاران خوبتون و همتون بیننده های خوبه تلویزیون و تمدن، بخصوص برنامه شما و شنونده های رادیو فرهنگ. زنده و سلامت باشین، خیلی خوش آمدیم به برنامه خانم کاظمی عزیز. عصر شما هم بخیر. با موضوع مهارت های دوران عقد در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه به مهارت ها و اهمیت این دوران بپردازیم، اگر شما موافق باشین یک تعریفی از عقد و انواع عقد داشته باشیم تا در واقع بتونیم یک معرفتی کسب کنیم نسبت به این موضوع. البته خود عقد اگر بخوایم از نظر لغت یا اصطلاحات فقهی بررسیش کنیم، همون از نظر لغت شاید همون پیوند یا ارتباط بین دو نفر که یکی زن یکی مرد است که همون بسیار زن و شوهر میشه، و از نظر فقهی هم یک نوع قرارداد هست که بسیار نه اون قراردادهای خرید و فروش، بلکه یک قرارداد هست که این قرارداد پیوند را به وجود میاره که این پیوند خودش استحکام بنیاد یک خانواده میشه. بسیار خوب. و در قسمت بعد اگر باز بخوایم یک کمی شفافترش بازش کنیم که ببینیم ها یا همین عقد یک معقول است یا نه، کدام برنامه های دیگر هم داره که خود عقد به دو دسته تقسیم میشه. یکی عقود حلال داریم یا عقد حلال داریم و یکی هم عقد حرام داریم. عقد حرام در قبل از اسلام بود، الان وجود نداره، که خودش باز همون عقد شغار است و عقدهای دیگری هم که حالا اگر انشاءالله در تای برنامه وقت بود نام میبریم. و عقد حلال باز خودش به دو دسته تقسیم میشه، به دو قسم تقسیم میشه. قسم اولش عقدی است که دائم است، برای همیشه است، و قسم دومش عقدی است که موقت است، یعنی زمان کوتاه داره، زمان داره. اگر در اصل فکر کنیم، عقدی که بدون زمان است و بدون به اصطلاح چیز است، همون عقد پیوند اصلی است که برای همیشه با وجود می آید. و عقد است که عقد دوم که همون عقد موقت یا عقد زماندار یا عقد مدتدار که بهش متعم میگن، او میشه برای دوران نامزادی است برای دختر خانم ها، و باز موارد دیگه هم داره که مورد بحث ما و شما نمیشه. بسیار خوب. خانم کاظمی عزیز اشاره کردن عقد حرام و حلال، چون کوشش داریم که موضوعات امروزی تر رو به بحث بگیریم، زیادتر اشاره میکنم به همین موضوع عقد دائم و عقد موقت. چیزی که رواج هست، رسم هست فعلا در جامعه ما، در فرهنگ ما، خصوصا در دوران نامزدی اکثرا عقد موقت میبندن و برای امر ازدواج که اگر نزدیک باشه باز کوشش میکنن که عقد دائم ببندن. در خصوص آثار میخوایم صحبت بکنیم که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه مساله عقد. من یک چیز را از نظر فقهی خدمت شما عرض کنم، بعد سوال شما رو پاسخ میدم. فرق عقد موقت و دائم چیست که این باید بیننده ما برشان شاید سوال جا چکالی دو تا چه فرق داره. در عقد موقت ما میتونیم یک چیزایی را با همون نامزاد شرط کنیم که مثل غریزه جنسی صورت نگیره، مثلا بین زن و شوهر، و اگر به اصطلاح حالا این در دوران عقد موقت خانم حق نفقه نداره بالای مرد در دوران نامزاتی و بیرون رفتن و آمدنش در دست خودش است در دوران نامزاتی، مگر اینکه موارد خوب لازم باشه و کورال باز بعدن توضیح میدیم. در قسمت همون مهارت ها توضیح میدیم. و اگر به اصطلاح موارد باز با وجود میه که سکونت خانم هست که در دوران عقد موقت آقا نمیتونه برش تعیین تکلیف کنه که در کجا باید سکنه داشته باشی، چون اینها مربوط عقد دائم میشه. در قسمتی که ما عقد دائم را و در قسمت عقد موقت باید مهریه تعیین باشه و مقدارش معین باشه. در عقد دائم اگر ما عقد را میبندیم، باز بعدنش اگر مهریه را تعیین میکنیم اشکال نداره، یعنی مشکل برای عقد با وجود نمیاد. اما در عقد موقت حتی به مقدار کمی هم هست باید مهریه تعیین شوه و شرط عقد است و او باید تعیین شوه و اعلام شوه که چقدر است. در عقد دائم خانم در اختیار آغاز و به اصطلاح بیرون رفتن و آمدنش در اختیار آغاز
باید با اجازه بیرون بره، با اجازه بیرون بیاید. حتی اشتغال خانم، خانم اگر که به اصطلاح محصل است، کار میکنه، درس میخونه یا کلان فعالیت دیگه ای داره در خانه، حتی اینا باید با مشوره آقا صورت بگیره، مگر اینکه شرط ضمن عقد باشه که او رو باز شاید معقول بحث ما و شما نباشه. اینا مواردی است که این دو تا عقد را میای از هم متمایز میسازه، یعنی جدا میسازه، که باید توجه داشته باشیم که در کدام مرحله قرار داریم، با چه سیستمی باید پیش بریم. بسیار. اگر صحبتی در خصوص عقد و انواع عقد نیست، بیایم روی خود موضوع ما، اهمیت دوران نامزدی رو صحبت بکنیم. اکثر شعار میدیم که دوران نامزدی دوران شناخت هست، اینکه افراد بتونن بهتر همدیگر رو بشناسن و اینکه خیلی حائز اهمیت هست، خصوصا مدت زمانش بر بعضی خانواده خیلی مهم هست. عزیز شما، دوران نامزدی یا عقد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟ دوران نامزدی چون همون پیوند اولیه است، از اهمیت زیادی برخوردار است، چون در رابطه با ازدواج آیات متعددی در قرآن کریم داریم، سوره روم، سوره آل عمران که اشارتن به اصطلاح کردن، سوره نساء و سوره های دیگری هم داریم که آیات اشاره گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم در رابطه با اهمیت ازدواج و مسائل ازدواج شده. پس این اهمیت به اصطلاح خود عقد را میرسانه. و یکی هم مواردی است که باعث دوستی و مودت و لطافت زن و شوهر میشه و نیل به کمال را برای انسان میرسانه. چون تا زمانی که دختر اگر ازدواج نکرده، شاید او قدر اهمیت بین خانواده ها نداشته باشه، خانواده خودش برش اهمیت خاصی قائل است و از نظر بیسا ارتباطات برادر و خواهر اهمیت خاص است، اما او اهمیتی که در ازدواج است، او اهمیت را شاید نداشته باشه. همه تو برای آقای داماد و در زمانی که ازدواج صورت میگیره، همون نکاب اصلا میشه، این اهمیت بیشتر میشه که همون نیل به کمال را تصدیق میکنه. و برای بسیار قسمت بعدی خود آرامش برایشان ایجاد میشه. و در روایات هم داریم از پیامبر بزرگوار اسلام که ازشان روایت کردن، فرمودن که هر کسی که ازدواج میکنه، پیوند را صورت میتن، نصف دین جوان کامل میشه، یعنی نصف دین را با عبادات و به اصطلاح نزدیک نشدن به حرام و خودداری کردن و پیشه کردن تقواست، و نصف دین را با پیوند با وجود میکنه که همین پیوند با همون عقد صورت میگیره. این اهمیتش هست. و از نظر به اصطلاح بخوایم در قسمت روانشناسی هم اگر دقت کنیم، میگه در زمانی که دختر و بچه عقد را بسته میکنن، از نظر روانشناسی یک آرامش خاصی به اونا دست میده که اونا احساس میکنه که این آرامش را هیچگاه در غیر این صورت به دست ناورده بودن، نداشتن و نمی آوردن، و حالی که چون این عقد صورت گرفته، اینا به این آرامش رسیدن و میتونن. بعضی ها چون استحکام خانوادهشون از اونجا ما کمتر میشه و سعی میکنن، تلاش و کوشش دارن که بتونن به اصطلاح این استحکام را بیشترش بکنن و پی به اهمیت عظمی عقد میبرن. و بعضی هم اگر خب نه توجهی بهش نکنن و کم توجه بکنن، شاید خدای نخواسته مشکلاتی هم به وجود بیاد که اگر بعدها متوجه شون، پی به همون پیوند میبرن و اون آرامش را به وجود میارن و در ذهنشان خطور میکنه و میتونه که آرامش را بیشتر کنه و که او پایه های ازدواج را محکم میکنه. بسیار خوب. بیننده و شاهد برنامه روی خط زندگی هستین، با موضوع مهارت‌های دوران عقد یا نامزدی دعوت کردیم از خانم کاظمی عزیز، و در این قسمت در خصوص همین مهارت‌ها صحبت می‌کنیم که ما به عنوان یک جوان در دوران نامزدی چه مهارت‌هایی را باید در نظر بگیریم تا واقعاً یک دوره ماندگار باشه برای همه ما. خانم کاظمی عزیز، در این قسمت خواستم که اشاره بکنم روی خود مهارت‌ها، چون احساس می‌کنم مهارت‌ها زیاد هست و فرصت هم ان شاء الله یاری بکنم تا همین حال بتونم بحث بکنم. عزیز شما، چه مهارت‌های رفتاری و گفتاری نیاز هست که جوانان در این دوران حساس در نظر بگیرن؟ البته ما کل مهارت‌ها رو به درسته تقسیم کنیم. دسته اول مهارت هایی است که باید به اصطلاح هر دو نامزاد یاد بگیرن. مشترک است. هر دو نامزاد یاد بگیرن. دسته دوم مهارت هایی است که اونا باید اعمال کنن، یعنی عمل کنن با اون.
در سه اول اگر دقت بکنیم، چون دوران نمزادی دوران آشنایی است، دوران شناخت است، دوران است که بیشتر هم دیگر را درک میکنند، به قول امروزی دوران همدلی است. پس یک سری رسم و رسوم ها بین دو تا طایفه وجود داره یا بین دو تا خانواده وجود داره. مهارت اولی است که اینا بتونن این رسم و رسوم ها را در مو دوران نامزاتی از همدیگر یاد بگیره. یعنی بالاخره شما چه رسم داری، شما چه کارهای مرسوم است در بینده، یک سری رسم و رسوم هاییست که عمومی میشه، مربوط خانواده ها میشه، پدر مادر ها رعایت میکنه. بله. یک سری رسم و رسوم هاییست که به حساب دوتا طرف باید رعایت بکنه، مثل عروس و داماد. پس باید اینا آشنا شوند با رسم و رسوم ها، رسم و رسوم های خوب را به اصطلاح دقت زیادتر کنن بهش، رسم و رسوم هایی که غلط هستن توجه کنن که آنی وارد نشن که شمشیر بکشن که رسم و رسوم غلط است. یعنی راه را یاد بگیرن که در مرحله عمل بعدی آماده باشن. دسته دوم است که یک سری مشکلات بین دو تا خانواده وجود داره. بین هر خانواده یک سری مشکلات خودش را دارن. اینو باید بدانن راه حل هایی را باید پیدا بکنن برای این مشکلات که بعدها با مشکل روبرو نشن. یعنی گاهی وقتا شاید ممکن است که به اصطلاح برادر آقا داماد بسیار بدخویی باشه، مثلا مثال میگم، یا برادر عروس خانم خیلی بدخویی باشه، یا پدر طرف بسیار بدخویی باشه، یا مادرش، یا بسیار خوش اخلاق باشه. پس اینا باید این مشکلات رو درک کنن، این خوی خاصیت ها رو باید بفهمن، این مهارت از خودش. اگه اینا رو درک نکنن و نفهمن، بعد که وارد این زندگی شد نمیتونن درست عمل بکنن. یعنی نمیفهم، مثلا بالفرض پدر آقا داماد مثلا بالفرض از یک سری لباس پوشیدن بعدش میایه، از یک سری رفتارها بعدش میایه. حالا دختر خانم هم نمیفهمه اینا رو، چون دوران نامزاد نمونده، یا اگر نامزاد مونده توجهی به اینا نکنه. حالا که آمده در زندگی همو کارا رو انجام میده، درست میایه در تضاد به حساب پدر همسر خود قرار میگیره و این مشکل رو زیادتر میکنه. بعضی مشکلات بعضی از به حساب گفتگوهاست در بین طرفین، در چگونه باید گفتگو بکنه، چگونه باید به اصطلاح رفتار داشته باشه که اینا رو باید یاد بگیرن. در قسمت بعدی میگه که پیشه اول زمینه میشه برای پیشه های بعدی. یعنی قدم های اول زمینه محکم برداشتن قدم های بعدی است. نامزادی دوره نیست که فقط ما فقط دست هم دیگر رو بگیریم، مثل فیلم ها در قول هم دیگر در ما چکر بزنیم، دو به اصطلاح سینما بریم، یا دو پارک بریم، یا دو به اصطلاح باغ وحش بریم، یا به او زیارت بریم، یا به اونجا بالاخره یا خانه عزیز بریم یا خانه عزیز بریم. این فقط تفریح نیست، بلکه دوره استحکام است. اگر دقت خاص را داشته باشیم که باید این را باید بشناسیم. گاهی وقتایی این شناخت ها با رفتارها میشه، گاهی وقتی با گفتگوها میشه، گاهی وقتی نه با سکوت میشه. در بعض جای نیاز است که طرفین در مقابل همدیگر سکوت کنن تا بتونیم که مرحله بعدی رو خوب عمل کنیم. در قسمت بعدی که باید دقت داشته باشیم آشنایی با سلیقه های همدیگر. خانواده ها چه رقم سلیقه دارن؟ چه رقم زندگیشان را پیش میبرن؟ چه رقم غذاها را دوست دارن؟ چه رقم تزیین منزل را دوست دارن؟ چه رقم برخوردهای فردی، خانوادگی و اجتماعی را دوست دارن؟ اینا را باید، اینا مهارت است. اگر عروس خانم به خصوص اینا بیشتر مختص عروس خانم میشه، اگر عروس خانم این مهارت ها را در دوران نامزاتی یاد بگیره از خانواده شوهرش و سلیقه های اونا را درک بکنه، من فکر میکنم در وقتی که عروسی میکنه اید مشکل با وجود نمیه. متاسفانه ما سلیقه های رفتاری را نمیفهمیم، سلیقه های گفتاری را نمیفهمیم، سلیقه های خوراکی را نمیفهمیم، حتی سلیقه های اقتصادی نمیفهمیم. هر خانه برای خود یک سیاست خاص داره، مثل همه تو خانه یک کشور است برای خود، کشور کوچکی است که بعد داخل او کشور
کشور دیگه به وجود میاد که یک سیاست دیگه میشه که میشه یک سیاست کلی که تبدیل به یک جهان امروزی میشه. پس باید دقت خاص را داشته باشیم که با این سیاست ها و روحیات و روانهایی که خانواده ها داره از نظر به اصطلاح روحی و معنوی دقت خاص را داشته باشیم که با اونا را یاد بگیریم. گاهی وقتی خانواده فکر میکنن که اگر دو طرف نامزاد شد فقط آقای داماد کامد باید دو تا پاکت خوب کلان در دستش باشه خانه عروس خانم بیا. آفرین. اگر عروس خانم دید که دست آقا پر از کرم توفه موفه برش آورده و بسیار برای خانم خوب میوه و اینا زیاد گرفته بسیار مرد خوبی است. اما اگه اینا رو نبود مرد خوبی نیست بلو اگر اخلاق خوب داشته باشن. یا گاهی وقتی فکر میکنیم آقای داماد میگه اگه خانه نامزادم رفتم خوشویم خوب غذای خوب پخته کرده بود و خوب بود مرا تحویل گرفت خوب است. اتفاقا من توصیه میکنم که خانواده آنچنانی که هستند در دوران نامزادی باشن. مسئله مهمی است که خود واقعی خود نشان بدن. یعنی اگر که به اصطلاح حتی قرمه کچلو میخورن سعی کنن اگه آقا داماد دوران متعددی می یک دفعه شما قرمه کچلو رو بیاره که آقای داماد عادت کنه. قرار نیست که به اصطلاح ما پرورش ایره داشته باشیم با غذاهای خوب اگر روز بعد از عروسی آمد و غذا خراب بود روخ ها در هم کشیده نشوه. اینا رو باید دقت بکنیم. باید یک موضوع در نظر داشته باشیم. میخوام خواهیم عزیز که عروس و داماد جز خانواده حساب میشه. احسن. باید با اونها طور رفتار باشه که با اعضای خانواده خودم رفتار میکنم. آفرین. اینا طور باشه که بتانه زندگی بعدی را برنامه ریزی کنن. بعد سه دوم مهارت ها دوریز که اونا باید اعمال بکنن. اینا رو یاد گرفتن بعدن اعمال میکنن. اما یک چیزایی رو باید قبلا یاد داشته باشن که آل اعمال بکنن. خوشحالم از همراهی شما عزیزان. با افتخار و پر انرژی در خدمت شما هستیم و در خصوص مهارت‌های دوران عقد و نامزدی صحبت می‌کردیم و خانم کاظمی عزیز با خودمو در برنامه داریم. خانم کاظمی ادامه صحبت شما رو می‌شنویم. در قسمت بعدی گفتیم که باید چیزایی است که خود ما اعمال کنیم، مثل صبور بودن. صبر پایه اساس هر زندگی است. بله. اگر دو طرف به خصوص دختر خانم اگر صبور باشه بهتر است که باید هم صبور باشه و ممکن است که مشکلات را کمتر بکنه و به حساب پایه های بعدی را مستحکم تر کنه. دوستی ها باید بندازه باشه. بعض وقتا انقدر ارتباطات قوی میشه که آقای داماد در خانه خود نمیره، تمام وقت را در خانه عروس خانم است. افراز تفرید نباشه در رابطه. البته این باید دقت شوه که خانواده ها باید دخالت بکنن در این موارد، یک حد و حدودی را تعیین بکنن، نه افراد نه تفرید. نه با او حدی باشه که یه جای داماد عروس خانم نامزاد شده و نکام کرده اید نبینه، نه با او حدی باشه که دیگه شب و من اونجا باشه روز هم اونجا باشه، یک زمان معین شوه. چون اگر دوستی ها محدود باشه بسا استحکامش بیشتر میشه. اما اگر بیش از حد دوستی ها شوه آقای داماد تا در خانه بره چشم پت کنه عروس خانم رو ببینه، عروس خانم هم تا در خانه به اصطلاح او نباشه او رو هر دقیقه ببینه، بس این مشکلات زندگی رو زیادتر میکنه و اختلالات بیشتر به وجود میاد. حفظ احترام ها مهمترین باید توجه شوه. حفظ احترام تنها به پدر و مادر طرفین نیست. طرف مثلا مگه فلانی نامزاد مسته که او چی احترام داره، من فقط پدر مادرش احترام میکنم. نه، اول احترام از خود شروع میشه بعد به دیگران میرسه. اگر حرمت ها و حریم ها حفظ نشه مشکلات همچنان پا بر جا میمونه که هیچی بعدانش هم دوباره اضافه میشه بهش. حساسیت های خاص نباشه. مثلا اگر بالفرض عروس خانم در خانه است، تلفن همسرش عمو نامزادش زنگ میزنه که خواهر خود گپ میزنه یا که دختر کاکا یا که دختر ماما یا که بیسا خش اقوام دیگه، به خصوص که اگر جنس بیسا مخالف باشه، عروس خانم باید تو نباشه که چرا که فلانی گپ زری، اینجا حالا پیش ما آمدی، باید مرا با ما گپ بزنی، فلانی رو رها کن، چطور خور مادر در دقیق دنبالت میکنه. اینو گپایست که در جامعه به وجود آمده. یا اگر به اصطلاح دوتا نامزادها با هم بیرون میرن، بالفرض یک میخواین با هم باشن،
تلفن مادرش کار داره، زنگ میزنه بر خانم دیگه چرا پدر مادر ما دار نمیمونه، اینا رو این کارا رها کنیم، حساسیت های خاص نباشیم. یا اگر خانم شاغل است، کدام همکارش زنگ میزنه، همکارش مرد است زنگ میزنه، خب بالاخره یک کار داره دیگه، که نفهمه که حالا بزرگوار آمده او دیگه زنگ نزنه. بله. تلفن ها وقتی هوشمند نیست که به طرف بگه حالا زنگ نزن که مشکل به وجود میاد. آقای داماد حساس نشه، چرا فلانی زنگ زد، چی میگفت، چی کار داشت، خود این چراها مشکلات بعدی را به وجود میاد. بله. بعد هر دو طرف منظم و با نظافت باشن. اگر آقای داماد میخواد به دیدن همسر خود بره، با بوتر بیرنگ کرده و پاچه کنده روان نشوه، یا با لباس نمرتب نره و عروس برسه. عروس خانم هم اگر میفهمه که همسرش میایه، یکم به خود برسه، به دور بر خود برسه، یک بسا هم حتی اگر چقدر خوب است که غذای امروز، آشپزی امروز، حالا فرق نمیکنه چی باشه، خدا کنه آفرین، خدا کنه کچالو باشه، خدا کنه قرمه پلو باشه، هر چیزی که باشه اموره خودش پخته کنه، که آماده کنه دسترخوان، یعنی هنر خود رو به نمایش بونه، سفره آرایی داشته باشه. و در قسمت بعدی ایست که باید توجه کنن که گفتگوها از حرمت ها و حفظ حریم ها استفاده شود در گفتگوها، یعنی گفتگوها خیلی بی‌پرده نباشن. بعض وقتا ما خیلی بی‌پرده گپ میزنیم. یک حفظ حریم ها باید در دوران نمازاتی رعایت شوه. اگر در گفتگوها مثلا مادر چه رقم است، پدر چطور است، تو چرا ترکای اخلاق بد داری، این گفتگوها مال دوران نمازاتی ها، مال دوران نمازاتی نیست، اینا رو باید دقت داشته باشیم. چرا این لباس رو پوشیدی، من از این لباس خوشم نمیه، چرا این فلانی جای رفتی، من از فلانی خوشم نمیه، کارش گپ بزنی، اینا رو باید رعایت بکنیم که اگر اینها به اصطلاح رعایت نشه، باید مشکلات را به وجود میره. متانت در رفتارها و در گفتگوها، لطافت کلام باید رعایت شوه، لطافت برخوردها باید رعایت شوه. حتی ما نمیتونیم که به اصطلاح چیزی است که بی پرده باید گفته شوه، اگر آقای داماد به خانه عروس خانم میای، به این منوال نیست که اتاق شخصی در اختیارش قرار بگیره. بله، امکانات دیده دیم. یک امکانات هست، گاهی وقتی اصلا حساسیت داره طرف مقابل، پدرش، پدر عروس خانم یا مادرش یا اقوامش یا دختر جوان دارن در خانه، مشکلاتی هست، باید اینا رو درک کنیم. لازم نیست که آقای داماد کامد یک دربند در اختیار طرف قرار بگیره که اونا به رفتارهای خود برسن، نه، باید اینا رعایت شوه. اگر اینا رعایت نشه، مشکلات را خیلی خیلی به وجود میاد و این مشکلات باید میشه که کینه های بعدی به وجود بیاد. و در قسمت خود رفتارها باید مثلا احترام ها حفظ شود در خود گفتارهایی که طرف مقابل گفتار داره، از حرمت ها استفاده شود در گفتار ما، از حفظ حریم ها شود در گفتار ما، و به خصوص حریم حجاب و عفاف باید رعایت شود، حدود شرعی باید رعایت شود. اگر حدود شرعی رعایت نشه، مشکلات به وجود میاد. خانم کازم عزیز، فرصت کم است، حدودم 4-5 دقیقه فرصت دارم، اجازه بدین سوال بیننده ها رو باشم شریک دوستم. بفرمایید. دوست عزیز ما کوکب جعفری گفته که ببخشید شوهر من هیچ حاضر نیست که حقوق یک خانم رو به من بده و از تمام اینها انکار کرده، مدت 6 ماه میشه که به من هیچ خرج مخارجی نداده و در حالی که باردار هستم از طفل خود انکار میکنم، به نظر شما وظیفه من چی هست، ما باید چیکار بکنم، لطفا من راهنمایی کنید. البته خب این مشکل است که خواهر ما گفته، شاید اگر ما گپای همسرشون هم بشنویم، مثلا حتما ما هم صحبت هایی داره و گفتارهایی داره. بله. چون یک طرفه هیچ وقت مگه آفرین، باید دو طرف باشیم. بله. ما رو با این خواهر ما میگم که اگر امکان داره اول بشینه باش منطقی گپ بزنه، بسیار دوستانه و صمیمانه، و اگر که نه طرف زیر بار گپ نمیره، با والدینش گپ بزنه، بزرگترش. چون ما داریم در آیه سری قرآن در میگه زمان که اختلافات به وجود میاد، حکم بگیرین از خانواده خود. بله. بهترین نزدیکان حکم هست. حکم نزدیکان است. بله. با نزدیکان صحبت کنیم، در حالی که صحبت کردن زننده نباشه، مشکلات نداشته باشه. و اگر باردار هم هستن، شاید از سر قار طرف طفل خود قبول نداشته باشه، ولی برای مشکلات قبلی آفرین، ولی هیچگاه پدر
یا حتی مادر حاضر نیست که لحظه فرزندش از او دور شود، چه برسه که او را قبول اصلا نداشته باشه. و این مشکلات را خانواده بیشتر میتونه حل کنه، ایشان با صبر و تمامه و بسیار توجه و متانت میتونه با خانواده صحبت کنه بدون از اینکه کینه‌گویی کنه، بدون از اینکه مشکلات بعدی را به وجود بره، این مشکل میتونه حل شود. بسیار خوب. یکی از همراهان فیسبوک ما به عنوان ساقی کوثر زهرا گفتن که ببخشید اگر امکان داره یک روز برنامه‌تون اختصاص بدین به اینکه همسری که اهل درک و فهم و اهل منطق نیست و همیشه شعارش بر ضد همسرش است، انشالله در نظر میگیریم. در ادامه گفته که خانومی هستن که شدیداً در دوراهی قرار گرفته، یک طرف خودش و تربیت فرزندشان هستن و او طرف مسئله جهالت و خودخواهی همسرش، و میگن که قدر دلشان شکسته که حالا جز نفرت نسبت به همسر چیز دیگه ای در دل ندارن، و گفتن که خواهشان معرفی کنین که با همچین فرد بی‌معرفت چگونه رفتار شد تا فضای خانه مجبوراً آرام نباشد. البته ایشان هم یک کمی مبالغه کردن، چون بازم یک طرفه با قاضی آمدن، دو طرف نیاز است. گاهگاهی مشکلات را صحبت کردن حل میکنه. اینا اگر یک نفری از خانواده آقا، مثلا مادرش، پدرش، هر کدوم که با هر دو طرف صمیمی است، بشینن در مقابل هم گلایه بکنن. گلایه نه که با کینه ها باشه، گلایه نه که با گپای زشت باشه، گلایه نه که یک طرفه بره. یک بار اینا ایشان گپ بزنه، یک بار ایشان گپ بزنه و به اون طرف واگذار کنن که قضاوت کنن. شاید اصلا گاهی وقتا از طرف اصلا مشکل نباشه، از خود ما خیلی بلند آفرین باشه. از خود ما مشکل است. بله. یک چیز را ما داریم در دوران عقدم داریم که بعدها اسرایت میکنن، توقعات بی جای است. ما باید خود ما را گهگاهی جای طرف مقابل خودم بانیم. بله. که درک قوی و فهم قوی را به دست بیاریم. ایشان با صحبت کردن میشه این کار را کنه و هیچگاه انسان دلش از زندگی نشکنه. زندگی پایین بالایی داره، گاهی خوب است، گاهی بد است، گاهی سرد است، گاهی گرم است، گاهی خوشبختی است، گاهی هم گریه و ناله است. همه در کنار هم معنا پیدا میکنه و لذت زندگی را بیشتر میکنه. تشکر میکنم شما خانم کاظمی عزیز. البته سوال ها هست، انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما هستیم. البته فرصت به پایان رسیده، انشاءالله که موفق باشید. کمال سپاس دارم از شما که از برنامه خوبتون بیننده باشید. تشکری خاص میکنم از همراهی شما عزیزان. باز هم با ما باشین و از یک میان برنامه.